سلام بر شما خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با مروری بر مهمترین رویدادهای هفته گذشته در این برنامه نخست به گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی میپردازیم که از رهبری شورایی و ضرورت نظارت بر عملکرد رهبری سخن گفت نگاهی داریم به سخنان غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضایی که جزیات تازه ای را درباره چند پرونده پرسر و صدای فساد مالی در جمهوری اسلامی را مطرح کرد. گزارشی داریم از شروع رایزنی های تهران و ریاض برای مقابله با تروریست. از ادامه درگیری ها در شرق اوکراین خواهیم گفت و به اعتراض نویسندگان کتاب کودکان و نوجوانان ایران میپردازیم که نسبت به حذف عشق و رواج خشونت در کتاب های این گروه سنی هشدار دادند با ما همراه باشید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در تازه ترین گفتگوی خود بار دیگر مسئله ضرورت نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را مطرح کرد. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین از امکان تبدیل کردن رهبری فردی به رهبری شورایی پس از رهبر فعلی جمهوری اسلامی سخن گفته است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در تازه ترین گفتگوی خود بار دیگر مسئله ضرورت نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را مطرح کرده است. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین از امکان تبدیل کردن رهبری فردی به رهبری شورایی پس از رهبر فعلی جمهوری اسلامی سخن گفته است. رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در بخش از گفتگوی مفصلی که با روزنامه جمهوری اسلامی داشته از دستور قوه قضاییه رسانه ها برای خودداری از انتشار عکس و مطلب مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران انتقاد کرده است پیش از این اخباری منتشر شده بود که بنابر آن دادستان تهران رسانه ها را تهدید کرده بود که در صورت انتشار مطالبی از آقای خاتمی و میر حسین موسوی و مهدی کروبی توقیف خواهند شد اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین از به درازا کشیده شدن ماجرای پس از اعتراضات 88 ابراز ناخرسندی کرده و به نمونه افغانستان اشاره کرده که به اختلافات پس از انتخابات ریاست جمهوری پس از پنج ماه پایان داده شد اما بخش عمده گفتگوی آقای هاشمی رفسنجانی که در شماره دیروز روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده پاسخ او به چهره های تندرو و اصولگرایانی است که گفتند خبرگان رهبری حق نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی را ندارد هفته گذشته احمد خاتمی دبیر خبرگان رهبری و امام تهران گفته بود خبرگان رهبری حق نظارت بر عملکرد رهبری را ندارد و فقط میتواند ساقط شدن شرایط رهبری را تایید کند اینک آقای هاشمی رفسنجانی میگوید نظارت بر رهبری لازمی اختیاراتی است که به خبرگان داده شده است به این ترتیب به نظر می رسد این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی نوعی اعلام مواضع او در آستانه انتخاب رئیس جدید مجلس خبرگان است هاشمی رفسنجانی یکی از کاندیداهای مطرح برای ریاست خبرگان رهبری است رئیس جدید مجلس خبرگان قرار است در اسفند ماه در اجلاس سالانه این مجلس انتخاب شود. رئیس جدید جایگزین محمد رضا مهدوی کنی رئیس پیشین خبرگان رهبری می شود که در تابستان امسال درگذشت. آقای هاشمی رفسنجانی در انتقاد از مخالفان حق نظارت خبرگان بر رهبری گفته است شما میگویید که اگر یک نفر همه اختیارات را داشته باشد و جوابگو هم نباشد انحراف از قانون است اما در ساختار ما چنین نیست حاشمی رفسنجانی با اشاره به مذاکرات قانون اساسی گفته است 80 نفر از مشتعدان عادل که دارای همه شرایط هستند و مردم آنها را انتخاب کردند در خبرگان برای انتخاب و نظارت بر رهبری حضور دارند و اینها نماینده افکار مردم هستند و مثل نمایندگان مجلس باید افکار مردم را منعکس کنند و اگر این کار را نکنند در مقابل مردم مسئول هستند آقای هاشمی با اشاره به گفتگوهای قانون اساسی به شرایط بعد از مرگ رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره کرده و گفته خدای ناخواسته اگر مشکلی برای ایشان به وجود بیاید سرنوشت این نظام اسلامی به چه کسی سپرده می شود اینکه به دست چه کسی می افتد یک نگرانی برحق است اما اگر اشکالی هست در عملکرد خبرگان است اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند در صورت نبودن یک فرد مناسب حتما می توانند شورای کنند چون قانون شورا شدن هم باز است شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام دهند آقای هاشمی رفسنجانی در بخش دیگر از گفتگوی خود به مسئله امکان برگزاری رفراندوم برای رجوع به نظر مردم و بازنگری قانون اساسی نیز اشاره کرده است این سخنان حمایت از سخنانی است که پیش از این از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح شده بود غلام حسین محسنی اژه سخنگوی قوه قضاییه روز سهشنبه 28 بهمن ماه جزئیات تازه‌ای را از چند پرونده پرسر و صدای فساد مالی در جمهوری اسلامی را اعلام کرد و از آغاز رسیدگی به اتهامات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد بنابر گفته آی آقای اژه محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری مانع از ادامه کار قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده تخلفات محمد رضا رحیمی شده قلم حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضایی روز گذشته جزیات تازه ای را از چند پرونده سر و صدای فساد مالی در جمهوری اسلامی را اعلام کرد و از آغاز رسیدگی به اتهامات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد. بنابر گفته های آقای اشعی محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری مانع از ادامه کار قوه قضایی برای رسیدگی به پرونده تخلفات محمد رضا رحیمی شده است. معاون اول قوه قضایی گفته است پس از روشن شدن پاره ای از اتهامات برای قوه قضایی جلسه با آقای احمدی نژاد برگزار شد ولی ایشان با احضار رحیمی و پاسخگویی به اتهامات مخالفت کرد. سخنان آقای اژهای در حالی مطرح شده که پیش از این محمود احمدی نژاد در پی صدور حکم محمد رضا رحیمی گفته بود در جریان اتهامات معاون اول خود نبوده است به این ترتیب سخنان تازه ای آقای اژهای بار دیگر بیش از پیش پای محمود احمدی نژاد را به پرونده رحیمی باز می کند. آقای اجهی در خصوص رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد گفته است با توجه به مسئولیت و جایگاه ایشان پرونده ایشان به دادسرا نمی روید بلکه مستقیما در دادگاه مطرح می شود و مکنون نیست در حال رسیدگی است آقای اجهی می گوید با وجود مخالفت احمدی نژاد قوه قضایی تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگر به نامهای داوود سرخوش و جابر عبدالی آغاز کرده است آقای اژهی همچنین گفته است پس از ابلاغ حکم به وکیل آقای رحیمی محمد رضا رحیمی برای اجرای حکم خود را معرفی نکرده است و بنابراین حکم جلب صادر شد و ایشان بازدار شدند به گفته آقای اژهی داوود سرخوش مشکلی در رابطه با دیون خود داشته و برای رفع مشکل حاضر به پرداخت رشوه می شود از او یک میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می شود و وی را پیش آقای رحیمی میبرند و ایشان یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می کند. سخنگوی قوه قضایی در ارتباط با کسانی که از رحیمی پول گرفتند گفته آقای رحیمی مدعی است این پول را به نمایندگان داده است در حالی که این افراد برخی یا نماینده و یا نامزد نبودند و یا هیچ ربطی به نمایندگان نداشتند ضمن اینکه جمع مبالغ ارائه شده توسط آقای رحیمی بسیار کمتر از یک میلیارد و دویست میلیون تومان است آقای اژهی همچنین گفته است حکم آقای رحیمی ارتباطی به 500 میلیون تومان پول دریافتی از آقای ابدالی ندارد بلکه به علت یک میلیارد تومان پول واریزی توسط آقای سرخوش به حساب شخصیشان محکوم شدند. غلام حسین محسنی اژهای در خصوص بحث پولهای تبلیغاتی در انتخابات گفته است این موضوع در حال حاضر در مجمع تشخیص مسلحت نظام مطرح است میخواستند این موضوع را در پرونده رحیمی خلط کنند که ربطی ندارد و ارتباطی با این محکومیت هم ندارد و در خصوص پرونده مهدی هاشمی که در دادگاه انقلاب مطرح است نیز گفته هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده و هر آنچه که این روزها گفته می زنی است. چرا که هنوز دادگاه رأی را صادر نکرده است در این حال آقای اژهای گفته است که دادگاه مهدی هاشمی تمام شده و وکلای متهم چند روزی فرصت خواستند تا لایحه دفاعی را تکمیل و ارائه دهند وزارت امور خارجه ایران از در جریان بودن گفتگوهای میان ایران و عربستان سعودی برای مقابله با تروریسم خبر داده است حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران تاکید کرده گام هایی برای شروع رایزنی ها با عربستان به عنوان یک کشور مهم برداشته شده است. وزارت امور خارجه ایران از در جریان بودن گفتگوهایی میان ایران و عربستان سعودی برای مقابله با تروریسم خبر داده است. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی پیرامون دیپلماسی تهران در قبال ریاض به عنوان یکی از بازیگران اثرگذار منطقه گفت گامهایی برای شروع رایزنی ها با عربستان به عنوان یک کشور مهم برداشته ایم معاون وزارت امور خارجه ایران بدون ارائه جزئیاتی از مذاکرات در جریان در میان دو طرف گفت نسبت به استمرار این گفتگوها و آینده رایزنی های دو کشور خوشبین هستیم و معتقدیم تهران و ریاض از ظرفیت های لازم برای کمک به کشورهای در معرض آسیب تهدیدات تروریستی در منطقه برخوردارند. افزایش فعالیت های داعش و همچنین انتشار اخباری درباره حضور و کشته شدن نیروهای ایران در عراق و سوریه در ماه‌های اخیر به تنش در روابط ایران و عربستان سعودی دامن زده است. تنش در روابط دو کشور با نزدیک شدن ایران و آمریکا در مذاکرات بر سر برنامه های اتمی ایران آغاز شد و در هفته گذشته با تقاضای عربستان برای دخالت نظامی در یمن به اوج رسید عربستان سعودی ایران را به حمایت از حوسی ها در یمن و دخالت در یمن متهم کرده است نخستین خبرها درباره برخی رایزنی ها میان ایران و عربستان سعودی هفته گذشته در پی دیدار سفرای ایران و عربستان سعودی در بیروت و در جریان برگزاری جشن سالگرد انقلاب اسلامی ایران شنیده شد معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به وجود کشورهای ضعیف و یا ناکارآمد به عنوان یکی از عوامل گسترش تروریسم در خاورمیانه اشاره کرده است که میتواند اشارهای به بحرین و یمن باشد که دو نقطه اصلی در تنش میان ایران و عربستان است آقای عبداللهیان گفته است افرادگرایی امروز کشورهایی مانند بحرین را به سمت بی ثباتی سوق داده و عجیبتر اینکه برخی بازیگران دولتی با اتخاذ روی کردهای خواسته یا ناخواسته فضای این کشور را به سمت ناامنی سوق دادن اینها امری است که به نفع هیچ طرفی در داخل بحرین و یا هیچ کشور دیگری در منطقه نیست امیر عبداللهیان با بیان اینکه برخی بازیگران فرامنطقه ای در راستای اهداف خود تلاش می کنند با تشدید فاصله میان کشورهای منطقه از وضع موجود بهره برداری کنند در این حال گفت که ما اعتقاد داریم همچنان فرصت های سیاسی و دیپلماسی برای همکاری های هم جانبه منطقه ای با هدف مشترک مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و تحقق صلح و ثبات و امنیت وجود دارد معاون وزیر امور خارجه همچنین گفته است در قبال تحولات در مصر، سوریه، بحرین و یمن از روش واحد و روشنی در اتخاذ مواضع و اقدامات دیپلماتیک پیروی کرده ایم و در همه این کشورها گفتگوی جامع، فراگیر و مؤثر را یکی از محورهای برون رفت از مشکلات اعلام کرده ایم. سخنان آقای عبداللهیان در حالی مطرح می شود که در هفته های گذشته سخنان چهره های تندروی مانند احمد جنتی در ابراز شادی از درگذشت پادشاه عربستان مورد اعتراض مقام های عربستان سعودی واقع شد در طول هفته های گذشته رهبران سپاه پاسداران و چهره های نزدیک به بسیج از ضرورت حمایت و رهبری ایران در آنچه مقاومت اسلامی در کشورهایی مانند یمن و بحرین نام دارد یاد کردند سخنان آقای عبداللهیان نخستین واکنش ایران به تحولات در خاورمیانه میانه پس از صدور قطنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ها در یمن است جنبش حوسیها از سوی ایران مورد حمایت قرار میگیرند حذف عشق و رواج خشونت در کتاب های کودکان و نوجوانان در ایران فعالان و نویسندگان حقوق کودکان را نگران کرده است. گروهی از نویسندگان نسبت به این امر اعتراض کردند و گفتند ظاهرا به معلفان کتاب های درسی معمولیت داده شده تا در کتاب های کودک و نوجوانان از هرانچه رنگ و بوی عشق و عاطفه انسانی دارد پرهیز کنند. گروهی از نویسندگان کتاب های کودکان و نوجوانان در ایران با آنچه حذف عشق و افزایش خشونت در کتاب های نوجوانان در ایران است اعتراض کردند. محمد جواد جزینی نویسنده کتاب های نوجوانان عشق و روابط انسانی را یکی از عناصر مقفول مانده ادبیات کودک و نوجوان دانسته و شاهد مثال خود را کتاب های درسی این گروه سنی خوانده است. آقای جزینی در گفتگو با ایسنا گفته ظاهرا به معلفان کتاب های درسی معمولیت داده شده است تا از هر چه رنگ و بوی عشق و عاطفه انسانی دارد پرهیز کنند بنابراین میبینیم که در قصه لیلی و مجنون که داستان شورانگیز عشقی است بحث رفتن مجنون به زیارت حج برجسته شده است این نویسنده گفته است سالها کتابهای درسی با پرداختن به داستانهای غیرعاطفی و نفی ادبیات عاشقانه ادبیاتی را در ذهن مخاطبان می نشاند که حاصلی جز ترویج خشونت و نهادینه کردن آن در ذهن کودکان ندارد آقای جزینی با تاکید بر کار پژوهشی که بر روی عنصر خشونت در کتابهای درسی انجام داده است گفت در کتابهای درسی دوران دبستان و راهنمایی اغلب داستانهایی درد چدند که در آنها عناصر بزن بزن و جنگ و کشتار چه در نظم و چه در نصر غلبه دارد این تنها یک طرف قضیه است و همچنین گفته است از آنجا که ادبیات کودک و نوجوان متوسط نهادهای دولتی و وابسته به آنها اداره و تولید می شوند و این نگرش در آنها وجود دارد که باید از هر عنصری که رنگ و بوی روابط انسانی و عاطفی را می دهد پرهیز کرد نمی توان در این زمینه نسبت به آینده این ادبیات امیدوار بود فرهاد حسنزاده دیگر نویسنده برجسته حوزه نوجوانان با اشاره به حذف عشق از کتابهای نوجوانان گفته است حذف این مقوله در ادبیات نوجوان باعث فاصله گرفتن مخاطبان این گروه سنی از آثار ویژه تعلیفشان می شود چون آنها خودشان خواه ناخواه با این حس درگیرند و دوست دارند با این پدیده بیشتر آشنا شوند چه بهتر که به کنجکاوی و پرسش آنها جواب درست بدهیم و صورت مسئله را پاک نکنیم آقای حسنزاده همچنین گفته است یکی از دلایلی که بچه ها کارهای نویسندگان ایرانی را نمیپسندند و به سمت رمان‌های خارجی گرایش دارند توجه نکردن به مسائلی است که با آنها درگیرند و دقدقهشان است در کتاب های ترجمه با تمام محدودیت ها باز هم رنگ و نشانی از روابط صمیمی و آدم ها هست که به نوعی عشق ورزیدن را به نمایش میگذارد. او افزود بچه ها از محدودیت ها و ممیزی هایی که نویسنده با آن مواجه است بی اطلاع و مدام از ما میخواهند داستان هایی با دورنمایه عاشقانه بنویسیم فکر میکنن ما آنها را نمیشناسیم و درکشان نمی کنیم در حالی که مشکل جای دیگری است در سالهای گذشته همواره کارشناسان از تاثیرات مخرب افزایش خشونت در فضای اجتماعی مانند اعدام در خیابانها به عنوان عامل مخرب برای کودکان در ایران نام بردند. هفته گذشته صدها هزار نفر از مردم آرژانتین به درخواست دادستانهای فدرال و سیاستمداران مخالف در سیومین روز مرگ آلبرتو نیسمان دادستان ویژه آرژانتینی راه کردند. معترضان خواستار عدالت برای آقای نیسمان شدند که درباره رفتار دولت در پرونده بمبگذاری آمیا خونینترین حمله تروریستی در تاریخ آرژانتین تحقیق میکرد. صدها هزار نفر از مردم آرژانتین در سیامین روز مرگ آلبرتو نیسمان دادستان ویژه آرژانتینی راه پیمایی کردند این تظاهرات به درخواست دادستانهای فدرال و با شرکت خانواده نیسمان و سیاست مداران مخالف و در اعتراض به تبانی مقامات دولت آرژانتین با معموران امنیتی جمهوری اسلامی برگزار شد آنها علا بارندگی شدید در این تظاهرات خواستار عدالت برای آقای نیسمان شدند که درباره رفتار دولت در پرونده بمبگذاری آمیا خونینترین حمله تروریستی در تاریخ آرژانتین تحقیر می کرد. در آن بمبگذاری در سال 1994 در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس 85 نفر کشته شدند و ایران و حزب الله لبنان در ارتباط با آن متهم شدند اتهامی که این دو رد می کنند ها در راهپیمایی سکوت روز چهارشنبه خواستار تحقیقات کامل در این باره شدند قاضی فدرال آرویو سالگادو که همسر سابق آقای نیسمان است و دو دختر آنها در این تظاهرات که دو ساعت به طول انجامید شرکت کردند مادر او هم در تظاهرات حاضر بود شماری از راهپیمایان پسترهایی با نوشته همچون من نیسمان هستم یا حقیقت و عدالت در دست داشتند آلبرتو نیسمان که یک ماه پیش جنازهش در آپارتمانش کشف شد مدعی بود شواهدی در دست دارد که نشان می دهد رئیس جمهور آرژانتین در جریان پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان در بوینس آیرس در حال مخبیکاری به نفع مقامات ایرانی است را های مشابهی هم در سایر نقاط این کشور برگزار شد آرژانتینی‌های های ساکن اسپانیا، فرانسه، اسرائیل و سایر کشورها هم هایی برای آقای نیسمان برگزار کردند. مقام های دولتی این راه پیمایی را یک حرکت سیاسی برای تضعیف دولت توصیف کردند آقای نیسمان چند روز پیش از مرگش یک گزارش 300 صفحه ای آماده کرده بود که در آن کریستینا فرناندز رئیس جمهور و هیکتور تیمرمن وزیر خارجه را به تلاش برای پنهان کردن نقش ایران در پرونده بمبگذاری آمیا متهم می کرد. جسد نیسمان ساعتی پیش از آن که درباره یافته هایش در کنگری این کشور شهادت دهد پیدا شد نحوه مرگ نیسمان بسیاری از آرژانتینی ها را دچار این سوء ازن کرده که دولت در مرگ او نقش داشته است اتهامی که دولت شدیدن رد می کند. رئیس جمهوری آرژانتین گفته قانع شده مرگ آلبرتو نیسمان خودکشی نبوده اما معموران خودسر اطلاعات را در مرگ آقای نیسمان مقصر شناخته معمورانی که میگوید با دادن اطلاعات غلط به نیسمان قصد داشتن دولت را بی ثبات کنند خانم فرناندز روز چهارشنبه گفت که تسلیم فشارهای خارجی یا داخلی نخواهد شد و تا ماه دسامبر که دوره ریاست جمهوریش به پایان میرسد در قدرت باقی خواهد ماند درگیری ها در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. علیرغم این درگیری ها چهار کشور حاضر در نشست مینسک توافق حاصل از این نشست را شکست خورده نمی دانند. در تازه‌ترین اقدام پترو پرشنکو رئیس جمهوری اوکراین خواستار مجوز سازمان ملل متحد برای اعزام پلیس اتحادیه اروپا به مناطق نارام این کشور شد. پترو پرشنکو رئیس جمهوری اوکراین پس از دیدار با شورای امنیت ملی و دفاع این کشور در کیف خواستار اعزام پلیس اتحادیه اروپا به اوکراین در چارچوب مأموریت صلح سازمان ملل شد شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین با مذاکره پترو پروشنکو با سازمان ملل متحد برای صدور مجوز مأموریت صلحبانی در اوکراین موافقت کرده است. با این حال دبیر این شورا تصریح کرده که خواست اوکراین اعزام سربازان کلاه آبی سازمان ملل به این کشور نیست. کیف پیشتر پیشنهاد روسیه را برای اعزام صلحبانان سازمان ملل به شرق اوکراین رد کرده بود. دولت اوکراین نگران است که استقرار این صلحبانان در این کشور می شود. در مقابل مسکو موافق اعزام پلیس اروپایی به اوکراین نیست چرا که اتحادیه اروپا را در بحران اوکراین بیطرف نمیداند رئیس جمهوری اوکراین همچنین با سربازان مستقر در مناطق ناآرام شرق اوکراین دیدار کرد به ضمن انتقاد شدید از روسیه افزود تمام دنیا شاهد بود که روسیه به وظایف خود عمل نمی کند. او ضمن اعلام خروج 2500 سرباز دولت مرکزی اوکراین از شهر دبالتسو از کشته شدن دستکم شش نیروی ارتش اوکراین و زخمی شدن بیش از 100 تن دیگر خبر داد. رسانه اوکراین روز پنجشنبه سیوم بهمن ماه شمار زخمی های 24 ساعت گذشته در شرق این کشور را 173 نفر اعلام کردند. صدر اعظم آلمان چهارشنبه 29 بهمن ماه بار دیگر ضمن انتقاد مجدد از روسیه از این کشور دعوت کرد که با اتحادیه اروپا همکاری کند. آنگلا مرکل تصریح کرده که آلمان و فرانسه و دولت‌های اروپایی از اوکراین و حفظ تمامیت ارضی این کشور حمایت خواهند کرد. و در این حال افزوده دولت های اروپایی از هیچ اقدامی برای اینکه روسیه بار دیگر به جمع شرکای اتحادی اروپا بازگردد کوتاهی نخواهند کرد همزمان دولت آمریکا نیز اعلام کرد علا رقم ادامه درگیری در شرق اوکراین توافق مینسک را شکست خورده نمی‌داند. امریکا جدای طلبان شرق اوکراین و دولت مسکو را مسئول نقض آتش بس رضا صابری عضو ناظر مجلس در کمیته بررسی پرونده بورسیه ها از تسلط بیشتر نمایندگانی که استیزاه کننده وزارت علوم بودند بر این کمیته خبر داده است سخنان این عضو ناظر مجلس نشان میدهد که وزارت علوم از موضع خود عقب نشینی کرده و اختیارات بیشتری را درباره پرونده بورسیه های غیرقانونی به نمایندگان اصولگرای مجلس واگذار کرده است سخنان عضو ناظر مجلس در کمیسیون رسیدگی به وضعیت بورسیه های غیر قانونی نشان می دهد که وزارت علوم از موضع خود عقب نشینی کرده و اختیارات بیشتری را به نمایندگان اصولگرا و تندرو مجلس واگذار کرده است. وزارت علوم در دوران در وزارت رضا فرجی دانا اعلام کرده بود که نزدیک به 1200 نفر در دوره محمود احمدی نژاد به طور غیر قانونی و بدون داشتن صلاحیت تحصیلی یا مدرک لازم بورسیه شدند. رسیدگی به این تخلف وزارت علوم در دوره محمود احمدی نژاد منجر به استیزاه آقای فرجی دانا و برکناری او شد روز گذشته رضا صابری عضو ناظر مجلس در کمیته بررسی پرونده بورسی ها از تسلط بیشتر نمایندگانی که استیزاح کننده وزارت علوم بودند بر این کمیته خبر داده و گفته است با توجه به جلسات فشرده این کمیته به نظر می رسد تا پایان سال بتوان نتیجه نهایی کار کمیته را اعلام کرد آقای صابری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده شکایت دانشجویان بورسیه در کمیته ویژه وزارت علوم گفته است این کمیته در زمان آقای نجفی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایجاد شد و ما فعالیت آن بیانیه ای بود که وی در مورد وضعیت بورسیه ها صادر کرد و بر اساس آن شرایط تحصیلی نامطلوبی برای تعداد قابل توجهی از بورسیه ها رقم خورد وی درباره جزئیات جلسه رسیدگی به وضعیت پرونده بورسیه ها گفت در این نشست نمایندگان دیدگاه خود را در مورد بورسیه ها مطرح کردند و اعلام شد که با این موضوع سیاسی برخورد شده و نباید حق دانشجویان تزیه شود در مهر ماه سال جاری محمد علی نجفی سرپرست وقت وزارت علوم گفت دانشجویان بورسیه متخلف از تحصیل محروم می شوند وی گفته بود با اتمام بررسی بورسی ها ابتدا تکلیف دانشجویان متخلف و بعد مسئولان متخلف مشخص می شود. نجفی همچنین توضیح داد با پایان بررسی 1200 پرونده باقی مانده ممکن است برخی از دانشجویان متخلف از تحصیل محروم شوند. حالا اما این عضو ناظر مجلس در کمیته رسیدگی به پرونده بورسی ها میگوید اعضای کمیته بررسی پرونده بورسی ها این آمادگی را دارند تا رای های جدیدی نسبت به رای قبلی کمیته صادر کنند در ماه گذشته کسانی که بنابر اعلام وزارت علوم به طور غیرقانونی بورسیه شده بودند به طور دست جمعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند و این دیوان تقاضای آنان را غیر قابل رسیدگی دانسته بود عضو ناظر مجلس در کمیته بورسی ها گفته است پرونده همه دانشجویان اهم از افرادی که نسبت به رأی خود معترض بودند و چه افرادی که هیچ واکنشی به رأی صادره نداشتند مورد بررسی قرار می گیرد. به گفته آقای صابری تلاش کمیته بران است تا آخر سال کار بررسی پرونده انجام شود و مکنون از 800 پرونده موجود نزدیک به 300 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و حدود 500 پرونده باقی مانده است. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطنامه ای از خوسی یمن خواست تا فورا و بدون قید و شرط از ادارات دولتی در صنعا خارج شوند و به حبس خانگی رئیس جمهوری و اعضای کابینه پایان دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطنامه ای از حوسی یمن خواست تا فوراً و بدون قید و شرط از ادارات دولتی در سن خارج شوند و به حبس خانگی رئیس جمهوری و اعضای کابینه پایان دهند. قطنامه شورای امنیت علیه حوسی یمن روز یک شنبه و با رأی مثبت هر پانزده عضو این شورا تصویب شد. در این قطنامه به درخواست کشورهای عرب شورای همکاری خلیج فارس برای استفاده از نیروی نظامی علیه حوسیها اشاره ای نشده است. روز شنبه وزیران خارجه عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، عمان و قطر با صدور بیانیه‌ای خواستار دخالت نظامی شورای امنیت در یمن بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد شده بودند. حوسی ها که خود را انصار الله می نامند، از چند هفته قبل شماری از مقام های مستعفی یمن از جمله عبد رب منصور هادی رئیس جمهور و خالد بهاه نخست وزیر را در حبس خانگی نگه داشتند. در قطنامه شورای امنیت بدون اشاره به جزئیات آمده است که اگر حوسی به درخواست واگذاری قدرت عمل نکنند، این شورا آمادگی دارد اقدامات دیگری انجام دهد. حوسی پس از انحلال پارلمان یمن و تشکیل شورای ریاست جمهوری از تهیه قانون اساسی تازه‌ای برای اداره امور کشور سخن گفتند. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس قدرت گرفتن حوسی در یمن را تهدیدی برای امنیت و ثبات خود می‌دانند و می‌گویند شیعیان حوسی از پشتیبانی لوجستیکی ایران برخوردار هستند. مقامهای ایران و حوسی این اتهام را رد می‌کنند. در روزهای جمعه و شنبه تظاهراتی از سوی هزاران معترض در شهر صنعا برگزار شده است که این تظاهرات به خشونت کشیده شده است معترضان خواستار پایان دادن به تسلط حسیها بر شهر صنعا شدند. در نخستین ماه سال جاری میلادی عبد رب منصورهادی رئیس جمهور یمن و کابینه وی مجبور به استعفا شدند بلافاصله بعد از آن مبارزان شیعه حوسی که از سپتامبر گذشته وارد صنعا تخت شده و در قالب جنبش انصار الله سازماندهی شده اند اعلام کردند که به دنبال انتقال میز قدرت در این کشور هستند. ادعی از فرماندهان سپاه ایران یمن کنونی را بخشی از محور مقاومت می‌دانند که ایران رهبر آن است و شامل سوریه، حزب الله و گروههایی در عراق می‌شود و در خاورمیانه در برابر غرب و اسرائیل قرار گرفته است. سردار سلامی انصارالله الله را کپی حزب الله در منطقه استراتژیک دانسته است. ناطق نوری رئیس سابق مجلس انصار الله را از مصادیق صدور انقلاب دانسته است. ولایتی وزیر خارجه سابق از گسترش نفوذ ایران از یمن تا لبنان خبر داده است و علی سعیدی نماینده رهبری در سپاه از گسترش عمق استراتژیک ایران تا سواحل مدیترانه و تا تنگه بابل مندب سخن گفته است. در ماه سپتامبر مقامات یمنی مدعی شدند که سه ایرانی را آزاد کردند که در حمایت از انصارالله الله نقش داشتند. این در حالی است که حسین البخیت که با حلقه مرکزی انصار الله در ارتباط است این ادعاها را رد می کند. علیرغم برخی ادعاها درباره حمایت مادی و آموزشی ایران از مبارزان حوسی آنها به طور پیوسته این ادعا را رد کردند ولی پذیرفتند که حمایت ایران از آنها ناشی از این است که نگاه مشترکی به برنامه های منطقی آمریکا دارند. هفته گذشته فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه با عبدالفتاح از سیسی همتای مصریش درباره مبارزه با تروریست و اوضاع لیبی گفتگوی تلفنی داشت. جزیات بیشتر از محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس. روز گذشته آقای فرانس و اولاند با همتای مصری خود جنرال سیسی گفتگوی تلفنی داشتند و این به دلیل چندین موضوع میدونید که با وخامت اوضاع در شمال لیبی و پیشروی های داعش و حکومت اسلامی مصر بسیار نگرانه و مایل است که با موافقت دولت لیبی شورای امنیت سازمان ملل رأی بدهد که یک نیروی نظامی مشترک به جنگ تروریسم روند البته ظاهرا چین و روسیه چندان موافق این موضوع نیستند و به همین ترتیب خواهیم دید که مشکلات دیگری هم وجود داره بعد از اون که روز دوشنبه آقای ایو لودریان وزیر دفاع در قاهره حضور پیدا کرد و هم تسلیت گویی داشت برای 21 کشته مسیحی توسط داعش و هم مسئله همکاری های نظامی رو مطرح کرد سفرورد هواپیما تا قبل از ماه جویه به مصر داده خواهد شد مصر چند روز پیش مواضع داعش رو در شمال شرقی لیبی نزدیک توبرک بمباران کرد اما چاره کار و زمان مبارزه با تروریسم به این کوتاهی نخواهد بود در مورد وضعیت در شمال لیبی که در عراق و همینطور در سوریه هم شاهدش هستیم مصر و لیبی بالای 1100 کیلومتر مرز مشترک دارن ایتالیا هم نگران وضعیت هست چرا که داعش هم اکنون در حدود 350 کیلومتری مرز ایتالیا قرار داره جدا از نکته هایی که گفته شد اصولا فرانسه با وضعیت کنونی حمله به گورستان های یهودی نزدیک دویست قبر نبش قبر شده است و تعصب و خشونت رو اظهار نگرانی کرده است به عنوان خبر آخر گفته باشم که بازیگر سرشناس امریکایی شانپن فردا با آقای اولان در کاخ لیزه دیدار خواهد کرد و این بار برای کمک رسانی به مردم هاییتی تلویزیون ایران فردا ممنونم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید تا هفته دیگر شاد و سلامت باشید